شما اصلا میتونی الان مطالب مهمی که در فیلم گر از نابود بگید چه بوده، موضوعش چیه؟ موضوعش او اولش که او بوده همون رفیقه بانکیه میزنه. نه، منظورم اینه که از این فیلم سینمایی گوزن ها شما که وقتی میرفتید چه موضوعی رو این فیلم میخواست پیاده کند، نه اینکه نقل کنید چه میکردن، میخواست چی بگه این فیلم، پیام این فیلم چی بود و برای چی این نمایش میدادن؟ پیامشو نمیدونم، ولی همونطور که گفتم و تنها به او دلیل میرفتم، نقش قشنگی که بازی میکرد و اینا. شما قبلا گفتید که چون مربوط به ترک اعتیاد بود و اینها یه دفعه هم سابقا دیده بودی؟ گفتم که اونا بچه ها به حسابم گفته بودن هنوز اصلا صحبت از آتش سوزی نکرده بودم. گفتم بچه ها چون من معتاد بودم منو بردن که با دیدن این فیلم حساب ترک بکنم و فلان از یه حرف. بله. پس شما موضوع فیلم سینما را، فیلم گوزنا را میدونست. خب شما سابقا چند بار به زندان افتادی؟ 3 بار. خب چطور شد؟ چرا زندان افتادی و چطور شد؟ مجازات شما چه بوده؟ 1 بار خاطر سرقت دوچرخه سال 52-53 بود که زندانی شدم تو دارالتعلیم مدت 1 ماه. بعد با او به سر خواهر ناتنیم دعوام شد، سر او پولی که مال خواهرم بود و خورده بود. شهرتشون چیه اونا؟ خواهر ناتنیم یا پسرش؟ پسرش. پسرش صادق پور. خب پرویز صادقی پور. سر او 6000 تومن خواهرم ازدواج کرده بود، 6000 تومن حساب شیرباهش بود. او خواهر بزرگ، خواهر بزرگ ناتنیم سید آدم آزمند و پول پرستیه، او 6000 تومنه گذاشت جیب خودش بدون اینکه حتی به قول معروف یه لیف هموم برای دختر بخره. که بعد ما رفتم بندر عباس، خواهرم نامه که برام مینوشت، ای چیزی از وضع بدش نمیگفت، میگفت وضعم خوبه فلان اینا، زندگیم راحته. رفتم بندر عباس، از اونجا رفتم قش، سرباز بودم. بعد وضعش دیدم زیر پاش اسیر بود، واسه قضاش سبعدش نون و خیار و تماته بود اینا، ولی ناراحت شدم. در مورد او 6000 تومن هم خواهرم بهم گفت که سب خواهر ناتنیمون 6000 تومن گرفت، نکرد لعقل یه دست سخت خواهر بیا چیده بریم آده برس رو کنه. شما با خانواده عسکری هم دعوا کردید؟ نه. چی شد جریان؟ گفتم که اما روزی که با عبدالله لرغبا رفتم تو شهر به حساب تایی بخوریم، عبدالله او پیشنهاد کرد، موقع که برگشتم دعوا شده بود با برادر ناتنیم خانواده عسکری. اقوامش از چیز اومده بودن، از یارو عواز برادر زنش و فلان اینا اومده بودن اونجا. برادر ناتنیم خونی بود، دماغش خونی
صورتش خونی بود. بعد ناراحت شدم. ایستادم سر صدا کردم و اینا. درگیر نشدم همین لبزی. که همون موقع هم دوتا مامور اومدن. دوتا مامور های کلانتری اومدن. عبدالله لرقبا هم شاهد بود. بعد زن عسکری گفت که جلو ماموری گفت که میدونم اگر مملکت قانون نداره، شاهنشاه نداره، فلان از حرفا. اینم رو ناراحتی که داشتم اینا ناراحت بودم جلو مامورین فوش دادم قانون و شاه و اینا که بودنم کلانتری. اونجا هم رئیس کلانتری سرهنگ روحانی که الان رئیس زندان احمد آباده، رئیس کلانتری پنج اون موقع او بود. اونا برای سرسده کرد و سر ما اینا. بعد هم تا شب شد. کدوم کلانتری؟ کلانتری پنج احمد آباد. چون قرار بود همه مون داخل چیز باشیم، داخل بازداشتگاه باشیم، دعوا دست جمعی بود به اصطلاح. و عسکری که اینجا نیمده بود، ایتول جا نیمده بود، تحملش نداشت داخل بازداشتگاه باشه. بخاطر که خودش هم بتونه بره، نه فلو رو رئیس زندان و حدش خواست که حساب برن خونه. رئیس زندان هم از که بهش گفته بوده که باید به حساب ضمانت بذارین و اینا که بتونین شب برین خونه، صبح برگردیم بیاین دوباره اینجا تا برین دسته را. که خود عسکری مجبور شد ضمانت همه شد و همه مون کلانتری اومده بیرون. بالاخره شما را محکوم کردن یا ندارن؟ اصلا به دادگاه نفرستدن؟ اجازه بده اومده بیرون که صبح هم اونا رفتن خودشون رو معرفی کردن، ما نرفتن. ما رفتم اصفهانم، در رفتم، متواری شدم روی رفت اصفهان؟ نه، دعوان با عسکری بود. و بعد ادامه پیدا نکرد؟ نه دیگه ادامه پیدا نکرد. مسکی رفته بودن کسی نیامد؟ نه، مسکی رفته بودن اونجا تمامش کرده بودن، رضایت داده بودن اینا. بله. بله. از بدو که شما در صحبتاتون گفتی که در چاپخانه جوهری، کتاب فروشی جوهری بله؟ کتاب فروشی چه کار میکرده کتاب فروشی جوهری؟ گفتم فرج اونجا اعلامیه‌ای که گیر میبرد اونجا ازش فوتوکپی میگرفت. کی بار میبرد میگرفت؟ فرج. با ایشون رفیق بود؟ اما نزدیک خونه شونه، اما سر کوچه شونه نزدیک به با پول این کار میکرد یا مجانی میکرد؟ من میدونم دیگه. شما اصلا نپرسیدی؟ چقدر تقریبا فوتوکپی میکرد؟ میکرد اصلا 400-500 تا اینا. اون وقتا با توجه به اینکه فوتوکپی یکی یه تومن دو تومن بود ایشون فرج احتمال میده خودش میداد؟ شما اصلا دیدی چه اعلامیه رو فوتوکپی میکرد؟ آره، یه بار با هم با موتورسیکلت پخش کردیم. چی بود؟ اون مطالبش چی بود؟ اعلامیه بود از که امام بود در مورد حساب ضمن تأکید بر وعده همه مردم، همه گروه ها و فلان اینا، همه مردم خودداری از اختلافات فکر میکنم همه برنامه ها بود، تشویق کرده بود، حساب تأکید کرده بود. کی بود این نامه؟ کی آمده بود؟
فکر میکنم اردی بهشت رو چی دارم نمیدونی به چه مناسبتی بود؟ نه درست نمیدونم خاطرم نیست. شما داشتید در بازگشت به اصل مطلب توضیح میدادید که اون شبی که رفتید به منزل و اطلاع هم داشتید که نتیجه این عمل تا چه حد فاجعه آمیز بوده، از حالات روحی خودتون میگفتید که چه حالت داشتی، آیا اون شب خوابت برد یا نه، و اگر خوابیدی چه مدت تقریبا خوابیدی، با چه کسانی از اهل منزل یا دوستانت این جریانی که اتفاق افتاده بود در میان گذاشتید؟ با کسی صحبتی نکردم. محمود رو که گفتی اومد و بهش گفت همون صحبت کرد بله. همون موقعی که دفعه اولی که اومدم سراغ گرفتم اینا بعدش همون صحبت میکرد. اونجایی که خاله حیات نشسته بودم تو تکیه داده بودم فکر میکنم برای چند دقیقه یا نیم ساعت در خوابم بوده بود که از خواب پریدم همونطوری که نشسته بودم. بله. ببین به غیر از محمود به ناصر ابراهیم زاده این جریان رو نگفتی؟ به عبدالله ناصر ابراهیم زاده اون موقع چیز بود اصفهان. به عبدالله گفتم گفتمه به عبدالله گفتم که عبدالله هم در جواب گفت خب تو چرا به ما میگی؟ گفت چرا به ما گفتی؟ شما از چه کسانی شنیدی که نتیجه این عمل چه بوده؟ چه تعداد سوختن از بین رفتن؟ چه کسانی اومدن و برات خبر آوردن؟ چند نفر سوختن داخل سینما؟ این که نتیجه این عمل چی بوده؟ تا چه حد به اصطلاح این فاجعه دردناک بوده؟ اینها رو کی اومد و در منزل برات تعریف کرد؟ کسی تعریف نکرد. و خودت اجمالاً چی میدونستی از نتیجه این کاری که انجام شده؟ جنازه هایی که داخل قبرستان بود. چقدر جنازه دیدی؟ نشمردمشون. با دیدن اون جنازه ها که تعداد قابل ملاحظه بود اون شب خوابیدی خوابت بود؟ گفتم که همونطور نشسته بودم اونجا داخل حیات که داده بودم به دیوار گریه میکردم ناراحت بودم اینا همونطوری یه چند دقیقه یا نیم ساعت یه ساعت نگرفتم اینا چقدر من خوابم بود همونطور در حالی که تکه به دیوار داده بودم خوابم بود که از خواب پریدم. شما به خاطر داشته باشید تا اینجایی که دفاع کردید عده‌ای از برادران و خواهران اینجا مطالبی یادداشت میکنن که آمادگی دارن بیان به عنوان شاهد آنچه را که دیدن بیان کنن. اینو قبلا ریاست دادگاه هم توضیح دادن. شما آنچه را که میخواید نسبت به اون شهادت بدید به طور خلاصه روی کاغذ مینویسید با نام و مشخصات خودتون به طور دقیق و به یکی از برادران مأمور میدید. اینها بررسی میشه و تا اونجایی که مربوط میشه به قضیه و اگر لازم باشه برادران یکی یکی احضار خواهند شد. به خصوص دقت کنید بنویسید که آنچه که شاهد بودم به کدام قسمت از این مراحل دقیقا مربوط میشه. ادامه دادرسی انشاءالله ساعت 10 فردا صبح خواهد بود ولی همونطور که قبلا تذکر داده شد درها قبل از این ساعت بسته میشه. نیم ساعت قبل حداقل باید برادران و خواهران حاضر باشند. جلسه به عنوان تنفس در اینجا تعطیل میشه و انشاءالله ادامه دادرسی ساعت 10 صبح فردا. تکبیر.